این دیگرش آقای عبدالوکیل خارجه و
عبدالحق علومی نخستین فرمان سیطره استبداد و بی انتظامی را می نیست. دارای قوات های نظامی قابل ملاحظه در کشور هستند
و شمول یک تعداد دیگر از قوای مسلح دولت هم در سقوط رژیم و هم در دفاع از کابل و در خونسا کردن توطئه که خاص رهبرا بود در هر دو سهم فعال داشتند. به این اساس این قوت ها قابل تقدیر هستند، نه قابل توبیخ. بله، در مقابله با همان حکمتیاری که ستون پنجم بار دیگر در اتحاد با وی شهر کابل را به جهنم مبدل زد، اینان اعمال خود را در دفاع از شرف و ناموس اعضای حزب، همان حزبی هایی که در معامله با حکمتیار آنان را گوش دهانه توپ و بیدفاع به دست لشکر قهار مسعود سپردن و خود به چهاراسیا و مراکز رهبری حزب وحدت پناهنده شدند. با دقت ملاحظه کنید که آقای مسعود قبل از اینکه این مزدوران کثیف، این جنرال های خائن و رهبران سیاسی خائن تر از آنها وادار خود را عوض کند و در شورای هماهنگی به خدمت حکمتیار کمر به مزدوری ببندند، چگونه از آنها دفاع میکرد و در موردشان چی میگفت؟ People like General Azimi, General Ulumi, is there a long-term role for them? How much do you need them? رفیق من، تو دیدی که گردش روزگار چگونه نقاب اسمت این دلقکان خیمه شب بازی را درید و عظیمی به آنهایی که افتخار می کرد و می گفت به گارنیزیون کابل می آمدند و در پهلوی من ناتوان می نشستند، با من مشوره می دادند، کمک می کردند و جبهه می رفتند، خطوط مقدم جبهه را روحیه می بخشیدند، مهمات و مواد ممر و اعاشه تهیه می دیدند، رسوای تاریخ ساختند. اینها همه برای که و برای چه؟ پاسخ به این سوال را از حفیظ منصور بشنوه که گفته بود رژیم دکتر نجیب الله با همدستی افسران بلند پای رژیم توسط مجاهدین سرنگون گردید. این کم است. به روایت عظیمی از دهان احمد شاه مسعود بشنوید: عظیمی سه، شما دیگه بسیار زحمت کشیدید، دیگه ما میفهم که اگه شما و ای برادران نمی بودین حکمتیار سه به منظور خود نائل میشد. آره رفیق من، هموطن کابلیم، این جنگ برای نجات شرف و ناموس تو نبود، این همه برای نجات پروژه روسی انتقال قدرت بود که تبهکاران چون وکیل و عظیمی و برادران علومی و دلاورهای بزدل و بزدلان دلاورنما و سرکردگان لشکری و افسری و سیاسیشان چون فریدها و کاویانیها و تودهیها و جانیان کوچک دیگر مأمور تحقیق آن گردیده بود.